یه روحانی بود در جای خودش، اما در عمق اندیشه فلسفیش دیگه فراتر بود از همه. همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر. برون از این حلقه، برون از این حلقه، هوشیارها هوشیارها. قم شهری است در دل کویر مرکزی ایران و به دلیل حضور گوهر معصومی از سلاله پاک رسول خدا قرنها مرکز توجه و عنایت مسلمانان جهان بوده است. پیشینه تأسیس حوزه علمیه در این شهر به سالهای آغازین غیبت صغرا باز می‌گردد. دوره جدید شکوفایی حوزه علمیه با هجرت تاریخی آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری در سال 1297 شمسی از عراق به قم آغاز می شود و جامعه روحانیت در سرتاسر کشور ملجأ تازه‌ای می یابد. اکنون درخشش دوباره حوزه علمیه قم چشمهای مشتاق بسیاری را از سرتاسر ایران به خود متوجه کرده است. برای اولین بار طلاب ایرانی امکان تحصیل و گذراندن مدارج بالای علمی را در سرزمین خود فراهم می‌بینند و دیگر نیازی به مسافرت‌های طولانی به سرزمین عراق و تحمل مشقات فراوان نیست. سال 1325 شمسی همزمان با ورود علامه به شهر مقدس قم، حوزه علمیه به قوی ترین مرکز علمی در ایران تبدیل شده است و حضور عالمانه اساتیدی مبرز و وجود حلقه های درس و بحث زینت بخش این شهر مذهبی است. اکنون چند سالی از حضور علامه جوان در شهر مقدس قم می گذرد. آوازه علمی او بر سر زبانها افتاده است. اما در همین ایام سرزمین مادریش آذربایجان شرایط جدیدی را تجربه می کند. با شکست فرقه دموکرات و گریختن آنها به دامن همسایه شمالی شرایط تازه‌ای حاکم شده و زمان انتخاب دیگری برای علامه و خانواده او فرا رسیده است. آنها باید بین مراجعت به سرزمین مادری که متضمن بهره‌گیری از رفاه کامل است و یا زندگی ساده و محقر طلبگی یکی را انتخاب کنند. عامل مهم در این تصمیم گیری همسر علامه است. آیا او حاضر است یک بار دیگر زندگی سخت و پر مرارتی را در قم آغاز کند؟ و نقش مهمی که برای ایشون وجود داشت عیالشون بود. مادرم گفت من چندین بار زندگی تشکیل دادم و اون زندگی عملا متلاشی شد. معزالک خوش بود با شوهرش. مثلا تبریز که بودیم یک زندگی بسیار عالی در اختیار ایشون قرار گرفته بود. اون زندگی رو به خاطر تمایل شوهرش که میخواست بیاد قم رها کرد و همراه شوهر و بچه ها اومد قم. در حالی اومد قم که قم وقتی اومدیم هیچ چیز نیاورده بودیم، دست خالی اومدیم، چون اون وقت فرقه دموکرات حاکم بود و نمیذاشت کسی چیزی ببره. Yeah.
در دوران اخیر انقلاب مهمی در سرزمین روسیه در سال 1917 به وقوع پیوست که به تشکیل اتحاد جماهیر شوروی انجامید و در اذهان چنان وانمود شد که فلسفه الهادی و تفکر مادی پشتوانه آن انقلاب بوده است. در گذر زمان این اندیشه آرام آرام جایگاه خود را در عرصه جهانی تثبیت کرد و اتحاد جماهیر شوروی به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شد. در این زمان این تفکر نوخاسته در قسمت‌هایی از کره گیتی مقبولیت اجتماعی یافته بود و در ایران به عنوان یکی از مهمترین همسایه‌های این کشور و فعالیت مارکسیست‌ها با حمایت همسایه شمالی آغاز شد. دکتر ارانی و همفکرانش که بعدها به گروه 53 نفر معروف شدند، شروع به فعالیت کردند و از دل بخشی از این مجموعه هسته اولیه حزب توده سر برآورد و بدین سان در ایران فعالیت احزاب کمونیستی با تبلیغاتی گسترده در میان توده‌های مردم آغاز شد و اقبال جمعی از روشنفکران، افسران ارتش و کارگران نشان دهنده حضور اجتماعی و عقیدتی این تفکر بود. دیگر شبهات مذهبی نه در محافل علمی و در خلوت جلسات متفکران، بلکه در متن جامعه و بر سر هر کوی و برزن مطرح می شد. حوزه علمیه قم به عنوان مهمترین قطب علمی مذهبی ایران درگیر جدال علمی بزرگی شده بود، اما فضای غالب در حوزه آموزش علوم رسمی است و مباحث فقهی و اصولی از مهمترین دروس تحصیلی به شمار می آیند. از این رو حوزه برای پاسخگویی به پرسش‌های جدید نیازمند نهضتی فراگیر بود، حرکتی مبتنی بر ریشه‌های عمیق تفکر فلسفی و اندیشه عقلی. در چنین هنگامه‌ای حکیمی جوان به عرصه کارزار علمی پا گذاشت و محمد حسین طباطبائی پرچمدار حرکت فکر و فلسفه شد. در سال 1325 از سر و سامان خود چشم پوشیده، زادگاه اصلی خود را ترک گفته و متوجه حوزه قم گردیده و بساط زندگی را در آن شهر گستردم و دوباره اشتغالات علمی را از سر گرفتم. چطور شد که به قم تشریف بردید و اونجا مشغول تدریس شدید؟ عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم ده سال اونجا، ده سال و خورده اونجا توقف داشتیم، بعد مراجعه به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم، اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقمند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قم برسونیم که در شروع به حساب کمال. حوزه علمی قم، حالا من از قبل از هاشیخ را صحبت نمی کنم که خب اونم داستان های داره، از زمانی که مرحوم شیخ عبدالکریم یزدی علی الله مقامه شریف حوزه رو تأسیس کردم تا زمان علامه طباطبائی، طبیعتاً این حوزه فقاهتی است، یعنی در این حوزه صرف و نحو و منطق و ادبیات تدریس میشه و بعدم فقه و اصول و بنای حوزه هم بر همینه. خود حاج شیخ هم
بناش بر همین بوده و ظاهراً اینکه میگم ظاهراً اسنادی هم دارم، ولی باز حالا جای بحثش این نیست که وارد بشم. اسنادی هست که خیلی با فلسفه ایشون سر و کاری نداشته و حتی دل خوشی هم نداشته. اما ما از آله که کنده از زمان ها شیخ به بعد تا زمان علامه طباطبایی چند بار اتفاق افتاده که چند تا فیلسوف رفتن اونجا و درس فلسفه شروع کردن، به درس عرفانی، از خود مرحوم شهابادی، استاد مرحوم امام خمینی. این همه با مشکل روبرو بودن، یعنی مجالی نداشتن که کرافر بکنن و به درستی و به عادلانی درس بدن. مشکلات برشون فراهم میشده از طرف همون آقایون علمایی که به فقه اصول میپردازن و غیر از اونم اجازه نمیدن. اون موقع علامه طباطبائی به قم آمده بودن. وقتی من وارد قم شدم به عنوان طلبه، علامه معروف بود و درس فلسفه هم میداد. هنگامی که از تبریز به قم اومدم، مطالعه در نیازهای جامعه اسلامی و وضع حوزه علمی قم کردم. مهمترین کمبودهایی که در برنامه حوزه وجود داشت در زمینه تفسیر قرآن و بحث‌های عقلی بود. در آن زمان شبهات مادی رواج یافته بود و نیاز به بحث‌های عقلی و فلسفی وجود داشت تا حوزه بتواند مبانی فکری عقیدتی خود را با براهین عقلی اثبات نماید. از سوی دیگر در محضر اهل علم تفسیر قرآن علمی نبود که نیازمند تحقیق باشد و پرداختن جدی به تفسیر در شأن کسانی نبود که در زمینه فقه و اصول متبحر بودند، بلکه تدریس تفسیر نشانه کمی معلومات به حساب می‌آمد. اما نه اینکه علامه طباطبایی با مشکلات روبرو نبود، اما کمتر از گذشتگانی که من نام بردم، مثل میرزا مهدی آشتیانی، مثل میرزا علی اکبر یزدی، مدرس یزدی، با این مشکلات کمتر مواجه شد. و یه چرا داره اینجا که چرا ایشون کمتر با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه خالی از مشکلات نبود که من شاید بعد اشاره بکنم. علتش این بود که علامه طباطبایی تنها فیلسوف نبود، فقیه بود، اصولی بود، ادیب بود، مفسر بود، عارف بود، زاهد بود و همه اینا بود و به حق همه اینا بود و فیلسوف هم به معنی واقعی کلمه بود. اما اون چی که سپر بلایشون بود، حالا فقیه بود اما درس فقه نمیداد، اصولی توانایی بود درس علم اصول نمیداد. من نوشته های فقه اصولشون رو دیدم، بسیار قویه، اما درس فقه اصول نمیداد. گاهی ما ازشون خواهش میکردیم که اجازه بده حتی این اوراق رو به چاپ برسونیم، نوشته های فقه اصولشون رو. پاسخی که به ما میداد میفرمود من به حل کفایه هست. این تو گویی که اون واجب کفایه میدونست، حالا من به حل کفایه هست دیگه، حالا ما کارهایی که لازم تره بکنیم. اونجوری که بیشتر سپر بود برای حفظ ایشون این بود که ایشون یک مفسر بزرگ بود و تفسیر المیزان نشان دهنده این ادعایی است که من میکنم که الان در دست شماست و درس تفسیری هم میداد، برای طلاب درس میداد و همه گاهی بازاری هم شرکت میکردن، طلاب هم میرفتن، ایشون درس تفسیر میداد غیر اینکه مینوشت. و خب معلوم است که برکت قرآن و درس تفسیر که درس مقدسیه، یه حاله از تقدس به مرحوم علامه داده بود و حریم او رو حفظ کرده بود که حالا اشخاص میگفتن حالا اگه فلسفه هم میگه در حال ایشون مفسر قرآنه. خیلی این درس تفسیر ایشون، درس به خصوص درس تفسیرش و نوشتن تفسیر ایشون خیلی کمک کرد به این که بتوانه درس فلسفهش رو ادامه بده، ولی من باورم نبود که بتونه چندین سال این درس فلسفه رو اعلام بده، چون که قبل از اون کسانی بودن که درسشون به تعطیلی به طور کلی کشیده شد. در یه زمانی
ایشون فلسفه تدریس میکرد و مینوشت که نیاز شدیدی به بیان این مسائل بود. العالم بصیر بزمانه. مرحوم آقای طباطبائی فرض کنید اگر در زمان شاه عباس میبود یا در زمان شاه طهماسب و یا در زمان آقایون لوها و نمیدونم اون حاکمان اون روز، آیا اصول فلسفه و روش رئالیسم می نوشت یا کار دیگری می کرد؟ بالاخره هر عالمی متناسب با نیاز زمان خودش واکنش نشون میده. مشکل زمانه ما رو که فرض کنید مسئله معرفت شناسی است، ایشون حس کردن که الان مثلا تو اون زمانی که بحث مارکسیسم در مملکت خیلی رایج بود و شما دیگه موجی که آمده اصلا بحث عرفان و این مسائل نیست، جوانها رو دارن توی دانشگاه و این طرف و اون طرف میبرن به اسم فلسفه مادی و فلسفه دیالکتیک که خیلی هم قوی هست و اظهار میکند که حرف آخر رو داره میزنه. و مرحوم علامه طباطبائی با اون اصول فلسفه و روش رئالیسم که شاگردانی جمع میشن در خدمتشون، یادمه که اول محلی را که انتخاب شد مدرسه حجتیه بود، هیچ کس هم نبود غیر سه نفر. اون جهاد اخلاقیشون که من یادمه اون عبارت از این بود که برای ما سه نفر نه جمعیتی بود، به قدری اینشون صاحب حیا بودن و به قدری ایشان عرض کنم که دارای حیا بودن، همون سه نفر را هم مشکل بود براشون تدریس بفرماید. و ما در اونجا شروع کردیم به دیان در مدرسه حجتیه سه نفر بودیم، شروع کردیم و الحمدلله وقت کم کم که دیگه آوازه عظمت و احاطه ایشون شایع شد و ما هم وقتی که رسیدیم به ایشون، خود بنده به عنوان یک طلبه خب فلسفه منظومه خونده بودم، جاها دیگه کم و بیش با فلسفه ملا صدر آشنایی داشتم، استادای دیگر رو دیده بودم که من دلم نمیخواد اسم ببرم به دلایلی که چون میخوام از عظمت ایشون صحبت کنم من بعدا مفهومش این باشد که اونا، ولی وقتی به درس ایشون رفتم و ایشون رو درک کردم برای اولین بار، ایشون ظاهرش هم خیلی خوش بیانم چندان نبود، خیلی کر و فر هم نداشت، یواش یواش حرف میزد و هر کس هم میدید فکر میکرد خوب بیان، ولی چنون نکته های بدی اشاره میکرد که من میدونم هیچ کس نگفته تا حالا، اگه ایشون نمیگفت اصلا ممکن بود تا آخر عمر به ذهن آدم نیاد. نکته های بدی ظریف ایشون توجه میکرد و همون نکته که چند نکته که روزای اول که مدیم میگه اصلا ما مجذوب شدیم تا آخر و هر جلسه که من در محضر ایشون بودم یک نکته بدی میشنیدم که در هیچ کتابی من اونها رو نمیبینم. ایشون فرمودم بگیم که منم میتونم مثل مانند سایرین یک رساله را بنویسم، حاشیه بنویسم و خیلی هم خوب میتونستم و چند تا مقلد پیدا کنم اکتفا بکنم، ولی الان من میبینم هر کس که از تهران میاد با یک چمدان اشکال میاد، اون اشکالات را کسی نیست جواب بده و کسی از عهده جواب اون اشکالات نمیاد. خود بنده سال 36 که آمدم جمعیت به حدی زیاد بود که صدا نمی اومد، شاید 150 نفر اینجورا صدا نمی اومد، او وقتم بلندگو متداول نبود، صدا نمی اومد، می رفتن جلو، افراد زودتر می اومدن جا می گرفتن و مرحوم های بروجردی پیغام داده بود که من شنیدم این درس حکمت به اصطلاح شما می دید و خب یه جمعی میان و معلوم نیست همه اینها استعداد این کار رو داشته باشند. ما خودمون وقتی در اصفهان حکمت میخوندیم صبحا فرض کنید پیش از اذان یا پیش از آفتاب
می رفتیم خدمت مرحوم جهانگیر خان و یه تعداد معدودی بودیم، در واقع گزینش شده می رفتیم و او گزینش شده می پذیرفت. اما اینجور که انبوه می آیند، این معلوم نیست همه اینها تحمل داشته باشن، باعث انحرافشون نشه. پس می رفتن سعایت می کردن دیگه. حالا مرحوم آیت الله برجردی هم خالی و ذهن می رفتن سعایت می کردن که اینجا درس عرفان و اینجا تصوف و ملا صدرا صوفی و از این حرف ها که می زدن. مرحوم طباطبائی هم می فرماد که احساس تکلیفی است که فلسفه در این زمان به درد می خوره. من تشخیصم این است، ولی اگر شما امر بفرمایید من به کلی تعطیل می کنم. در صورت ایشون یه مدتی درس تعطیل کرد، دستور دادن که تعطیل کن، خوشون هم تعطیل کرد. اما این داستان پرماجرایی داره که من بخوام میگم فکر کنم خیلی وقت بگیره. یه عده از طلابی که در اون درس بودند و جز آقازادهای تهران بودند و یه قدرتی داشتن از طرف پدرشون و در هر حال یک نفوذ اجتماعی داشتن، مدن تهران و از طریق بهبهانی و اینا اقدام کردند و آقای فلسفی رفت پیش مرحوم آیت الله بروجردی. یه سلسله از این کتاب، وقتا کمونیست‌ها خیلی فعال بودند، کتاب‌های کمونیستی خیلی نشر می‌شد. این سلسله این کتاب‌های کمونیستی، آقای فلسفی هم زیرک بود و فصیح و بلیغ بود و بلد بود چیکار کنه. اینا رو برد جلو آقای بروجردی. آیت الله بروجردی پرسید اینا چیه؟ گفت که اینا کتاب‌های ماتریالیستی کفر و الحاده، مرتب منتشر میشه. اما حال چیکار کنیم؟ منظور چیه؟ گفت منظور اینه که اینجا باید درس الهیاتی باشه، درس فلسفی باشه که بتونه اینا رو خونسا کنه. و از این طریق قانع کرد مرحوم آیت الله بروجردی رو. خب قبول کرد، ایشون هم اهل انصاف بود. بعد فرمود خیلی خوب، پس حالا ایشون شفا درس بگوین. اسفار نه، شفا. و ایشون به جای درس اسفار که تعطیل شده بود، درس شفا را آغاز کردن، شفای ابن سینا. و خود بنده جزو طلاب درس شفایشون شدم. وای خب اینم به خوشبختی بود که حالا ما شفا رم. شاید اگه این نبود ایشون فقط هم به اسفار بسنده میکرد. جایی که فلسفه رو معمولاً بحث درباره مسائل انتزاعی کلی میدونن، ما چه انتظاری از فلسفه برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی میتونیم داشته باشیم؟ از فلسفه به معنای خاص خودش نمیتوان این توقع را داشت. اینه که انسان را به سوی کمال دعوت میکنه، و کمالی که اسلام در نهاد خودش داره، این کمال کمالیست که دنیا را تأمین میکنه و اشخاص را تربیت میکنه و با تربیتش پیشرفت عمومی انسان را تأمین میکنه. اون که میفهمیم اینه. بعد شاگردهای مرحوم های طباطبائی تربیت کرد، مثل های مطهری که تا این آخران میفرمود که علامه طباطبائی روحی له الفدا، توی نوشته هاش ببینی. تعداد معدودی از انسان ها میتونن با عالم فلسفه وارد بشن و فیلسوف بشن. همه کس فیلسوف نمیشه، حتی اگر بخواند. اگر نخواند که اصلا نمیدونه چیه. و حتی اگر بخواند اصطلاحات یاد میگیره، الفاظ یاد میگیره، چون که خیلی خوندن و الفاظ و اصطلاحات بلدن، این فیلسوف نیست. پس فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسی است که اندیشه ها را میاندیشد. آموختن اندیشه ها نیست. فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، اندیشیدن اندیشه هاست. فلسفه تفلسف است، یعنی قدرت اندیشیدن، نه آموختن و حفظ کردن. فیلسوف یه کار عملی که شما نشون بده الان برای شما شاید انجام نده، ولی اگر فیلسوف نبود در عالم، من نمیدونم عالم چی بود اسمش. عالم در یک سطحیت وحشتناکی فرو می رفت.
فلاسفه ظاهر نیستن، ولی تاریخ بر مدار فکر اونها میچرخه. کل تاریخ و معنی تاریخ بر مدار فکر فلاسفه است. علامه طباطبایی به معنی دقیق کلمه یک فیلسوف بود. و همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم که علامه طباطبایی با بسیاری از حتی فیلسوفان اسلامی که تدریس اسفار هم میکنن، هم گذشته هم الان، ممکنه اسفار هم اصطلاحات بلده در درس میده، این کافی نیست. علامه طباطبایی دارای قدرت ابداع فکری بود، به طور مستقل می اندیشید و سخن تازه و فکر فلسفی بدیع داشت. شاید بعضی استاداش هم نداشتن، حتی من تا اینجا میگم. و به نظر من علامه طباطبایی اگه یکی دو تا زبان یا حداقل یک زبان خارجی میدونست و از اون فضاهایی که در زندگی کرده بود یه قدری در آمده بود، یکی از فلاسفه بزرگ کل تاریخ بشر. ولی ایشون از نظر قدرت اندیشه و آزادی تفکر از هیچ یک از فلاسفه غربی کم نداره، همین اکنون هم که زبان نمیدونه. و اگر این یک انفتاحی بود براش که با افکار فلاسفه مغرب زمین هم بیشتر آشنا میشد، من فکر کنم اصلا بی نظیر بود در جهان. یه موهبت خداوند بهش داده بود که دارای فکر بدیع و خلاق بود. ایشون در تراز ملا صدراست، در تراز ابن سیناست. از اینجور آدم ها مگه چند تا داری شما؟ و کل تاریخ ابن سینا داشتی شما در 14 قرن، یه ملا صدرا داشتی. ایشون عمق اندیشش خیلی بالا بود. خب نظیر من نمیتونم برای عمق اندیشه ایشون پیدا کنم. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نبودم. و امتیاز بین مردم بر خودش قائل نبودن. من یک پیرهنه، من یادم نمیاد، نظرم نمیاد یه پیراهن نو به بدنی به تنیشون بیه. شما او رو در حالت نماز وقتی میدیدید واقعا مستقرب بود. خداوند امیدواریم با اجداد طاهرینش محشور بفرماید و این مرحوم را در اعلی علیین درجات بهشت مستقر بفرماید. این شما در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برون از این حلقه برونم زین حلقه هوشیارها هوشیارها کشیدم در کوی دادگاهان میان دل و کام دیوارها کشیدم در کوی دل دادگاهان میان